به نام خدا سلام میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و سلامت باشد خب شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی سنف نهم خوش آمدید شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با همدیگه میخوانیم درست است؟ و فصل چندم هستیم فصل سوم عنوان ما و شما چی بود این فصل هندسه تحلیلی درس هشتم میشه پس ما و شما درس هشتم از فصل سوم میخوانیم اما قبل که بگیم در درس امروز ما چه عنوان هایی را میخوانیم باید بگیم که کارخانگی رو به ما روان کردین یا نه کارخانگی را شما میتونیسین از طریق واتساپ نمبرش هم چند بود 20964780 255 چهل سیزده با ما روان کنید اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما شریک بسازید از طریق همین نمبر که به شما خواندم اما درس امروز ما و شما شاگردهای عزیز اهداف درس هشتم از فصل سوم ما و شما که امروز میخوانیم دوتا ما عنوان میخوانیم یک تبدیل یا تغییر مکان میخوانیم و دو انتقال میخوانیم که چی است در درست است پس میریم سر تخته ما اول تبدیل یا تغییر مکان بر شما که چی است پس بریم سر تخته تبدیل یا تغییر مکان اگر شما یادتان باشد ما شما سیستم کمیات وضعیه را خب میفهمیم چی هست دیگه نه سیستم کمیات وضعیه همون محور X و y. یا گفتیم دستگاه مختصات دیکارت هم برش گفته هم میشه سعیست؟ محور x یا محور درف میگه محور طول ها که با x نشان... نشان میتیم و این میشه محور عرض ها که با وای نشانش میتیم درست است؟ خب یاد تا نه؟ مح... چی از سیستم کمیات وضعی ما و شماست؟ خب هر نقطه که ما و شما روی ازی بکشیم یک تا چی دارد؟ مختصات دارد یعنی یک x دارد یک وای دارد دیگه به عنوان مثال دقت کنید نقطه ما و شما نقطه A ما و شما اکس شند است ایکس یک است در محور اکس ها یک است در محور وای ها دو است پس میشه یک و دو صحیح پس مختصات نقطه ای ما و شما یک و دو میشه خوی رو میفهمی درست است خب حال تبدیل چی است میگیم که تبدیل هر قانون یا رابطه ای که یک تا نقطه در سیستم کمیات وضعیه را به یک نقطه دیگه تبدیل کنه سیس آلی چی رقم تبدیل میکنه میگیم براتون پس هر قانون یا رابطه ای که چی نظر به یک نقطه رو میگیره و یک نقطه دیگه بر شما تبدیل میکنه و یک نقطه به دو نقطه تبدیل کرده نمیتونه فکرتون باشه هر نقطه رو فقط به یک تا نقطه سیس یک نقطه براتون یا میتونیم بهش بگیم یک ماشین هست یک نقطه برش میتونیم به ما یک نقطه دیگه به ما به شما میته. فهمید چه رقم شد پس هر رابطه یا هر قانونی که یک نقطه را به یک نقطه دیگه از چی همین کمیات وضعی سیستم کمیات وضعی با ما بشه تبدیل کنه با اون میگیم تبدیل پس تبدیل چی شد یک قانون یا رابطه یا ماشین فرق نمیکنه که هر نقطه از سیستم کمیات وضعی را به یک نقطه دیگه تبدیل کنه یا تغییر مکان برش میگیم مکانش تغییر میده به ما شما مثلا یک دور میاره در این نقطه پایین میاره یا در نقطه چپ میاره یا بالا میبره صحیح یا پیش میبره یا پس میبره فرق نمیکنه فهم چی رقم شد دیگه پس تبدیل یا تغییر مکان میگیم هر رابطه یا هر قانون درست است یا هر ماشین مثل ماشین هم بگیم که چی است که هر نقطه از سیستم کمت وزیر به یک نقطه دیگه فقط یک نقطه یک نقطه رو به دو نقطه تبدیل کرده نمیتونه هر نقطه رو فقط به یک نقطه تبدیل میکنه به میگم میگیم تبدیل اما تبدیل حالت متفاوت دارد ما و شما سه تاشه میخوانیم در درس خود ما در کتاب ما و شما سه تاش گفته اولی چی انتقال که در عنوان بعدی ما و شماست. دیگه نه؟ انتقال است بعد از چی است بعد از او بازتاب یا انکاس است برش میگیم سه است بازتاب یا انکاس و بعدی چی است دوران و یک تا دیگه است که در کتاب ما و شما نیست با اون میگیم تجانس که در کتاب ما و شما گفته نشده ما همون پس چی میخوانیم انتقال میخوانیم بازتاب یا انکاس میخوانیم سه است و چی دوران میخوانیم همین ارسی رو ما و شما باید بخوایم پس تبدیل من نشتا میکنم هر قانون یا رابطه پس میگیم تبدیل چی هست؟ هر رابطه یا من نشتا میکنم قانون یا فرمول فرق نمیکنه هر رابطه یا قانون که یک نقطه از سیستم کمیات وضعیه یا از مستوی یا از صفحه فرق نمیکنه پس تبدیل هر رابطه یا قانون که یک نقطه از صفحه را به یک نقطه دیگر تبدیل کند میشه چی؟ تبدیل خب عالی تبدیل ها را چرخم ما شما نشان میتیم یا تغییر مکان برش میگه یا تبدیل به نشان دقت کنید ما به دو صورت میتونیم نشان بدیم تبدیل با نان مثال ما شما میتونیم به تبدیل معمولا ما با تی نشان میدیم با تی کلان انگلیسی سیست پس دقت کنید تی به ایکس و وای برش میتیم گفتیم مثل یک ماشین است این تی یک ماشین است ایکس و وای نقطه ایکس و وای برش بدیم مثلا یک و دور برش بدیم و ما شما یک تا چی میتا یک تا با نان مثال من مثال میزنیم ایکس و وای برش بدیم ما بگه که منفی ایکس و وای میگه که وایش تو هیچ کار نکو وایش اما وای نوشت کو فقط ایکس در یک منفی ضرب کو مثلا با نام مثال ما عمالی تی ایکس وای مساوی با منفی ایکس و وای ما می یک دور برش بتون چی میشه پس تی یک و دو برش بتون چی میشه نه م... چی میگه ای تبدیل میگه که تو ایکس فقط در یک منفی ضرب کو وای هیچ تغییر نته پس چی میشه به شک میشه جواب ما و شما میشه وای ما و شما دو هیچ تغییر نمیکنه یعنی دو فقط ایکس و ما و شما در یک منفی ضرب میشه که میشه منفی یک پس میشه منفی یک و دو یعنی چه یعنی نقطه یک و دو را به نقطه منفی یک و دو تبدیل میکنه امی نقطه یک و دو به نقطه منفی و دو کجا میشه نقطه منفی یک و دو مگه دریافت کنم منفی یک و دو ایکس منفی یک اش منفی دو یعنی نقطه میشه نقطه را به نقطه این نامش بگیریم چی بی پس نقطه به نقطه بی تغییر مکان داد یا تبدیل کرد صحیح پس این فرمول اما چه نقطه یک و دو را به نقطه منفی یک و دو تبدیل کرد پس به این میگم یک تبدیل فهم چرا هم شد دیگه نه گفتیم میره به دو صورت می نوشتن یا به شکل نوشتن یا به این صورت نوشتن میکنیم دقت کنید یا میگه که x و y تحت تبدیل t مفاهیم میشون با من این را کوچکتر نوشته کنم که جای شود اینجا پس من ده صورت دومش به شکل نوشتن میکنم با اینجا نوشته کنم در اینجا نوشتن جای ما کلانتر است یا به شکل نشان میتیم میگیم که x و y را تحت تبدیل تی به چی تبدیل میکنه؟ به منفی x و y پس چی به این شکل نشان میتیم؟ چی به این نشان میتیم؟ فرق کنه در کتاب ما شما از اردوش استفاده کرده فرمولی چه رقم شد دیگه نه؟ پس تی ایکس و وای با منفی ایکس وای ای یک مثال است و همیشه به شک نیست یک مثال است میتونه تبدیل ما و شما فرق کنه قانونش فرق کنه این قانون چی گفته گفته یک در منفی ضرب کو وایش تغییر نده یا میتونه به شک بیای بگه این ما نامش میگیم تی یک یعنی قانون اول قانون دوم تبدیل دوم ما و شما مثلا این نامش میگیم تی یک تی دو رو به شک میتونیم بگیریم با, با مثال نگاه کنید میگیم که x و وای را t دو به شک تبدیل میکنه تی دو بیشک میگه میگه جای وای ایکس تبدیل کو عوض کو جای ایکس وای عوض کو این ایکس بره در چه در وای از قرار بگیره وای از در ایکس قرار بگیره جای ایکس وای تبدیل کنیم با عنوان مثال مامال اگر بیایم ای تی یک بود دیگه اگر بیایم چی کار کنیم به نوشته کنیم تی دوی یک و دو را دریافت کنیم تی دوی یک و دو یعنی یک و این نقطه در داخل تی دو بندازیم در تبدیل دوم شماره دوم بندازیم چی گفت فقط گفته جای جا ایکس وای تبدیل کو خب جای ایکس وای تبدیل کنیم چی میشه یک و دو میشه دو و یک دو و یک سایز فرمول چی رقم شد دیگه نه بس تبدیل است تبدیل گفتیم چه هر رابطه یا قانون که یک نقطه از صفحه را همین صفحه محور ایکس و همین سیستم کمیات وضعی خود ما را هر نقطه از صفحه را به یک نقطه دیگر تبدیل کند فقط به یک تا به دو تا نمیتونه یک نقطه به دو نقطه تبدیل کرده نمیتونه به یک نقطه به چی میگیم میگیم تبدیل حال تبدیل حالتهای متفاوت داره یک مثال تی که ما شما گفتیم یک و نوشته کنیم منفی این قانون این قانون خود سوال به ما و شما میده فکرتان باشه ممکنه بعد شاگردا پرسون کنی از کجا اومد این سوال بر شما میته ما به شما میتیم صحیح است در کتاب به شما داده میشه بعد این نکات به شما میته میگه دریافت کو چند میشه میتونیم بگیم این یک و دو مثلا یا این ایکس وای خروجی ورودی است وارد وی تبدیل میشه گفتیم یک ماشین است تبدیلی هم گفتیم دیگه نه و چی است من فیکس و وای خروجی ما و شما میشه یعنی ما و شما اگر یک و دو وارد از این ماشین کنیم به ما منفی یک و دو بر ما و شما میته سیست پس هر رابطه قانون یا ماشین که یک نقطه را میگیره به ما یک نقطه دیگه را تبدیل میکنه به ما شما میتوانوان خروجی فهم چرا رقم شد دیگه نه؟ خب عالی. تبدیل گفتیم که میتونیم به دو صورت نشان بتیم یا به ایش نشان بتیم ایکس و وای تی ای ای تی دو بود دیگه نامش شده حالتا نه ای تی یک است دیگه چون نظر به این بود دیگه تی یک x و تحت تبدیل تی یک میشه منفی فی و یا به شکل نشان میدیم یا نوشته میکنیم t x و y است با منفی x و پس اردو از این کتاب ما و شما آمده از هر کدوم آمد فرق نمی میتونیم دریافت کنیم اما یک تبدیل تی دیگه ما گفتیم اینجا تی دو چی میشه ایکس و وای به وای ایکس تبدیل میکنه جای ایکس وای تبدیل میکنه عوض میکنه حالی تی دو یک و دو رو وارد کنیم به ما و شما چند متر دو و یک میده. جای اردو تبدیل میکنه به ما و شما دو و یک متر یک نکته بسیار مهم شاگردان دقت کنید با عنوان مثلا دمی دمی تی یک تبدیل اول ما شما یک و دو وارد ما شما چند داد منفی یک و دو داد این نکته را یادتون باشه شاگرد عزیز دقت کنید که بسیار مهم است این جواب ما و شما که دریافت شد منفی یک و دو را میگن تصویر چه نقطه یک و دو تحت تبدیل تی یک پس در کتاب به ما و شما این تبدیل میته میگه که تصاویر یا تصویرهای نقاط زیل رو دریافت کنید یعنی جوابا رو بکش فهمیده پس تصاویر یا تصویرهای نقاط داده شده رو دریافت کنید تصاویر یعنی همین جوابا رو بکش پس من به اینجا نوشتن میکنم با عنوان مثال به شما همین نقطه منفی یک و دو نوشتن میکنیم منفی یک و دو تصویر نقطه یک و دو تحت تبدیل تحت تبدیل تی یک می باشد یا تی یک است صحیح است. پس این نکته بسیار مهم است که همین جواب دریافت میکنیم امیر چی میگیم میگیم تصویر تصویر نقطه یک و دو میشه منفی یک و دو پس این نکته نکته بسیار مهم است دوره در خدمت میکشم این نکته بسیار نکته مهم است که تصویر میفهمیم چی است پس شاگردای عزیز تبدیل فهم میدیم هر رابطه یا قانون که یک نقطه سفر را به یک نقطه دیگر تبدیل کند یا برش میگیم تغییر مکان یا تبدیل و یک نقطه به عنوان مثال این در اینجا گفتیم این تی گفتیم به دو صورت ما و شما میتونیم نشان بدیم پس چی به شک نشان میدیم چی به شک ما و شما میفهمیم چی است خب یک نکته چی گفتیم جواب که دراف میشه او رو میگیم تصویر نقطه که وارد شده صحیح منفی یک و دو تصویر تبدیل یک و دو تحت تبدیل تی است فامید چی رقم شد دیگه پس تبدیل فامیدیم. اما تبدیل چی است شاگرد عزیز تبدیل یک حالت کلی هر قانون میتونه باشه جای ایکس وای تبدیل کو در منفی ضرب کو مثلا جمع کو منفی کو میتونه میتونه ما ایکس جمع دو بسازیم بگیم که ورودی ها ایکس ها را جمع دو کو صحیح است وای تغییر نته ایکس را جمع دو کو یا وای جمع سه کو ایکس منفی دو کو پس هر حالت میتونه باشه پس ما شما چند حالت متفاوت داریم که اولش گفتیم چی است انتقال است دیگه چی است باثاب یا نکاس است و دوران گفتیم یک تجانف هم است که در کتاب ما شما نیست چرا شده پس تبدیل یا تغییر مکانه خواندیم گفتیم هر رابطه یا هر قانون که به ما و شما یک تا نقطه از سیستم کمیات وضعیه یا همون صفحه را به یک نقطه دیگر تبدیل کنه درست به اون میگیم تبدیل اما عنوان دو ما و شما چی است انتقال گفتیم تبدیل انواع متفاوت دارد حالت های متفاوت دارد یک حالت چی هست؟ انتقال است که میرم سر تخته که بگیم انتقال چی هست. پس من تخته پاک میکنم میرم سر تخته پاک میکنم و انتقال بر تشریح میکنم که چی است پس بریم سر تخته پس انتقال رو میخوایم بخوانیم اما یادتون باشه گفتم اموال برتون میگم که تبدیل چه هایی دارد اول چی است انتقال درست انتقال که یک نوع از تبدیل است دیگه چی است پس من نوشته کنم انتقال حالت دوم که ما و شما در کتاب ما و شما هست انعکاس یا بازتاب برش میگیم انعکاس یا بازتاب و حالت سه اون چیست؟ دوران یا روتیشن فست، روتیشن یا دوران اما یک والد چارم دارند که به اون میگیم تجانس که در کتاب ما شما نیست پس ما شما امی سر باید بخوانیم انتقال، انعکاس یا بازتاب و دوران بخیر ما شما انعکاس و دوران در درس بعد میخوانیم فقط امروز چرا رو میخوانیم؟ انتقال رو میخوانیم اما انتقال چیست؟ تبدیل که گفته بودیم دیگه نه گفتیم تبدیل چی است هر رابطه یا قانون که یک نقطه از صفحه به یک نقطه دیگه تبدیل کنه حالا فرق نمیکنه هر قانون میتونه داشته باشه اما انتقال ما میایم چی میکنیم برش محدودیت میمانیم میگیم که شما یا میگیم ما این یعنی تبدیلی که تمام نقاط یک شکل را به یک جهت و یک اندازه انتقال بده تبدیل کنه یعنی نشه که یک یک نقطه سمت راست بود یک نقطه سمت چپ بود و نمیشه اما با مثال همه نقاط به سمت راست انتقال میده دو خانه به سمت راست بره به این میگم انتقال یا همه نقاط دو خانه به سمت پایین بیاره یا سه خانه به سمت چپ بره یا دو خانه به سمت راست سه خانه به سمت بالا فرق نمیکنه تمام نقاط به یک جهت به یک اندازه انتقال بده اگر چنین چیزی باشه چنین تبدیلی باشد، بهش میگیم چی انتقال صحیح پس میگیم انتقال چی انتقال تبدیلی است تبدیلی است که همه نقاط یک شکل را به یک جهت و یک اندازه و انتقال دهد ده یا تبدیل کند انتقال دهد ده می انتقال دهد ده پس انتقال فهمیدیم. یک تبدیل است تبدیلی که همه نقاط یک شکل را به یک جهت و یک اندازه سعیست انتقال دهد ده به عنوان مثال دقت کنید نقاط ما شما به شکل است یک نقطه ما و شما یک و یک است یک نقطه ما و شما دیگه سه و سه است یک تای دیگه شیست اینی نقطه است سه و یک اینی شکل ما و شما اینی مسلسه قایم و زاوی است اینی چی است؟ یک شکل داریم حال ما و شما انتقال میگه تبدیلی است که ارسه نقطه را به یک جهت انتقال بده تمام نقاط ما این سه نقطه سه را گرفتیم تمام نقاط که روی یعنی چی است روی یعنی مثلث وجود دارد تمام نقاط به یک اندازه و یک جهت انتقال بده به اون میگیم انتقال خب اما انتقال از عزیز دقت کنید بسیار مهمه انتقال ها ما و شما با تی نشان گفتیم تبدیل با تین نشان میدیم دیگه تی x و وای سیست به شکل انتقال فرمول کلی انتقال به شکل است ایکس جمع که و وای یا بگیم که رو بانده وای بانیم پس x جمع اچ x جمع اچ و وای جمع که پس فرمول کلی انتقال به این شکل است که تبدیلش به اکس و وای برش میتیم اکس با یک عدد H اچ ما بشیم عدد است مصبت و منفی فرق نمیکنه جمع میکنه وای هم با یک عدد جمع میکنه پس اگر چنین چیزی باشد میگیم چی انتقال است سوال شاگرده عزیز t x جمع دو سیست یا با نام مثال بیشک نوشته کنیم t x و y مساوی با x جمع دو و وای منفی سه یک انتقال است ایچ ما و شما دو است که ما شما منفی سه است یعنی مگه x ها را مثبت دو کو و y ها را منفی سه کو سیست اما اگر چنین چیزی باشد منفی x و منفی y یا انتقال نیست چون ما و شما X ما شما علامش منفی نیست گفتیم حالت فرم کلی انتقال است که فقط میتونیم جمع یا منفی کنیم در حالی که چی این منفی یعنی منفیه که ضرب در اکس کرده پس این انتقال نیست فامید انتقال چی رقم می میشه دیگه نه؟ انتقال پس فرمول کلش به این شکل است قانون کلش به این شکل است که تی وای چی میشه ایکس با یک عدد مثبت یا منفی فرق نمی من کنه جمع یا منفی میکنیم و وای هم به اون شکل با یک عدد مثبت یا منفی شده میتونه در عدد ما شما ایکس x وای ضرب نمی کنیم و در منفی ضرب نمی کنیم چون اگه ضرب کنیم او با چی میشه اونا با یا دوران میشه که ور باز در درس بعد میخوانیم پس انتقال فقط ایکس وای با یک عدد مثبت و منفی جمع میکنیم درست است بهش میگیم انتقال خب پس شاگردای عزیز آل بانوان با مثال ما و شما همین انتقال یک مثال بزنیم در اینجا من نوشته کردم خب شاگرده عزیز تی اکس وای مساوی است و بانوان با. با مثال با ما و شما میته اکس جمع منفی یک و وای جمع دو یک چیز یک انتقال است میگه ایکس تو منفی یک و وای جمع دو کو صحیح ام انتقال انجام بده ببین چی میشه ما چی میکنم شاگرد عزیز ما امی مثلث خود امی شکل خود چی دای انتقال میندازم دای تبدیل میندازم ببینیم انتقالش به چه شکل میشه تصویرش به چه حالت میشه صحیح با این من منفی دو نوشته کنم که کمی میخوایم متفاوت تر باشه x منفی سه با مثال و وای جمع دو جمع دو اگر بکشیم باید ایرم ما بالاتر نوشیم بکشیم شکلش خ... این عالی خوب شد خب چرا انجام بدیم پس ما میایم شاگرد عزیز همین سه نقطه رو دایی تبدیل میندازیم دایی انتقال میندازم جوابش در تصویرش دریافت می‌کنم. پس ما همین نقاط رو بگین این مختصات این نقطه چند است نقطه ایکس چند است این نامش رو ا ای این رو بی و این رو بگیریم سی نقطه ای, ای, ما و شما چند میشه مختصاتش ای ما و شما یک دو سه وایش هم یک دو سی است پس میشه سه و سه نقطه سی ما شما چند است؟ سی ما و شما ایکسش سه است آفرین و وایش, وایش یک است سه و یک و نقطه بی ما و شما رو میکنم با این برنوشته نکنم بی را چون کار دارم بی میکنم B را بالا نوشتم میکنم نقطه بی نقطه بی ما شما یک است یعنی یک است و وایش هم یک است پس میشه یک و یک درست است پس مختصات سه نقطه رو ما شما دریافت کرده تا نیستیم حالا میخوایم چه کنیم تحدید تبدیل تصویرش رو دریافت کنیم پس ما چی میکنم پس ما تی x و وای مثلا نقطه هر اول میندازم سه و سه نقطه سه و سه ای چی میگه؟ میگه اکس منفی سه و وای مثبت دو کو. پس ایکسش منفی سه پس میشه سه منفی سه و وایش مثبت دو شود. سه جمع دو پس تبدیل به چی میشه تبدیل میشه به ما اینجا دریافت میکنیم سه منفی سه چند میشه صفر و دو سه ده جمع دو چند میشه پنج پس شد نقطه صفر و 5. نقطه صفر و 5. پس نقطه 0 و 5 شد پس صفر و 5 ت... چی است تصویر نقطه سه و سه است پس یعنی سه و سه به نقطه صفر و 5 با ما و شما تبدیل میکنه درست است خب اما نقطه بعدی تیه ایران انداختیم. حالا بی بیرون سی را بند. سی سه و یک است. سه و یک. پس چیست؟ از این فرمول گفتیم چی؟ x منفی سه شوه و y جمع دو شوه. پس میشه سه منفی سه و یک جمع دو. یک جمع دو. پس جوابش چی میشه؟ جوابش میشه سه منفی سه میشه صفر. یک جمع دو هم میشه سه. پس به این نقطه تبدیل کرد. و نقطه آخر نقطه آخر ما چیست؟ نقطه بی ما و شما چند بود؟ بی ما و شما یک و یک است پس میشه تی یک و یک مساوی است با یک منفی سه چرا منفی سه کردم من چون خود سوال گفته خود تهدنی انتقال گفته ایکس منفی سه که وای جمع دو که گفتم این سوال ما و شما ما به شما میتیم یا کتاب به شما میته صحیح است باید تو تبدیل کنی یک منفی سه و یک چی میشه یک دوم یک دوم یک وای است وای جمع دو پس یک جمع دو و یک جمع دو خب یک منفی میشه منفی دو 6 و یک جمع دو هم چند میشه سه میشه پس تصویر سه و سه شد صفر و پنج تصویر سه و یک شد صفر و سه و تصویر یک و یک شد منفی دو و سه این نقاط دریافت میکنم ما این نقاط دریافت کن نقطه اول x صفر وای پنج x صفر وای پنج پس میشه یک دو سه چهار پس نقطه میشه پس نقطه ای را در اینجا انتقال داده دقت دوم سی ما و شما چند شد صفر و سه x صفر وای یک, یک دو سه این نقطه میشه خب و نقطه سوم چی میشه نقطه سوم شما منفی دو و سه x ما شما منفی دو y ما شما سه یک دو سه این, این نقطه میشه این نقاط به هم وصل کنم این شکل ما شما میشه تحت چه تحت این تبدیل یا انتقال میگیم انتقال داده شده اگر دقت کنید شاگرد عزیز تمام نقاط به یک اندازه و یک جهت انتقال داده شده دقت کنید تمام نقاط ما شما به یک اندازه و یک جهت کلش در دو تا چپ رفته سه تا بالا سیس نه ببخشید سه تا چپ رفته دو تا بالا چون منفی سه مثبت دو پس سه تا چپ اومد همه نقاط سه تا چپ اومده درست شد این نقطه یک دو سه تا چپ یک تا دو تا رفته بالا یک دو تمام نقاط به این شکل تبدیل شده که به چی میگیم انتقال چون چی تبدیل است که همه نقاط یک شکل را به یک جهت و یک اندازه انتقال میده یا انتقال دهد به چی میگیم انتقال و فرمول کلیش هم گفتیم به این صورت است که من با دوره خط بکشم فرمول کلی انتقال به این شکل شد دیگه یعنی فرمول کلی انتقال است یعنی تی ایکس و وای است با x جمع اچ و وای جمع ک که اچ و ک دو تا عدد است میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشد پر فرم کلی انتقال به این صورت است که حالا ما و شما یعنی یک مثال کار کردیم t x و y ما x منفی سه و وای جمع دو. سیست که تصاویرش دریافت کرد همین سه نقطه تصاویر رو دریافت کردیم و تصاویر پیدا کردیم دیدیم که همین مسلسه انتقال داده چه در دا این سمت چپ و بالا دیدیم که تمام نقاط به یک جهت و یک اندازه انتقال داده به این میگیم انتقال فهمید چرا خم شده اما شاگردای عزیز یک نقطه دیگه بگم درس ما شما خلاص میشه ما نکته ای است که میگیم تبدیلی که تحت از او تبدیل وقتی ما نقاط یک شکل تبدیل تبدیل میکنیم یا انتقال میدیم یا فرق نمی تاثیرش دریافت میکنیم اگر فاصله بین دو نقطه حفظ شود با اون میگیم یک آیزومتری یا ایزومتری گفته میشه معناش چی است معناش است که به عنوان مثال فاصله نگاه نقطه A تا C در اینجا چند خانه است دو خانه میشه یک خانه دو خانه حالا ما انتقال دادیم در اینجا خب در تصویر فاصله A تا C چند است این هم دو خانه شده صحیح فاصله فاصله تاسی چی میشه این دو خانه است یعنی فاصله حفظ شده فاصله در این دو خانه است در سه خانه نشده بعضی از تبدیل است که ما شما تبدیل میکنیم فاصله بین دو نقطه دو خانه است دو تاثیر میشه سه خانه یا میشه یک خانه یا میشه چهار خانه اونا چون فاصله تغییر میکنه با اونا میگیم ایزومتری نیست یا آیزومتری نیست صحیح پس نکته است تبدیلی که تحت آنها فاصله نقاط حفظ شود به اونا میگیم تبدیل های چی؟ ایزومتری یا آیزومتری فهمیدی چه رقم شد دیگه پس انتقال نقطه انتقال یک چی است آیزومتری است پس من نوشتن میکنیم در اینجا انتقال یک ایزومتری است پس انتقال چی شد یک ایزومتری است باز در درس بعد ان ما و شما انعکاس و دوران هم میخوانیم که ببینیم اونا هم ایزومتری است یا نیست فهمیده میشه سیست پس انتقال فام انتقال یک چی است ایزومتری است یا آیزومتری است چرا ایزومتری است چون فاصله بین نقاط حفظ میشه تحت انتقال که ما شما تبدیل انجام میدیم پس شاگردای عزیز درس و ما و شما امروز چی شد خلاص شد تبدیل خواندیم و تبدیل نوع انتقال خواندیم پس انتقال فامیدیم. اما کارخانگی ما و شما کارخانگی ما و شما تمرین های صفحه 84 و 86 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرشم بگین خودتان 20964 780 255 413. درست است؟ اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید و پایان درس هشتم از فصل سوم شاگرد عزیز ما و شما بخیر درس نهمم درس بعدی درس نهمم میخوایم و فصل سه ما و شما خلاص میشه درست است های عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک میسپارم